شاید بپرسید علاقه عجیب بشر به پورنوگرافی از کجاست؟ تحقیقات علمی نشون میدن مقدار لذتی که افراد میبرن از روی میزان ترشح ماده شیمیایی دوپامین در مغز اندازه گیری میشه. دوپامین پاداش شیمیایی بدن برای رفتارهای لذت بخشه. وقتی یک فرد به تصاویر پرن نگاه میکنه، دوپامین در حد یک رابطه متعارف جنسی ترشح میشه، اما سطح اون تا چند ساعت در اوج باقی میمونه. تازه خستگی فیزیکی جسم رو هم به دنبال نداره و همین مسئله باعث میشه تا افراد بتونن ساعتها به این کار مشغول باشن. این مسئله باعث شده که امروز اعتیاد به پورنوگرافی به یکی از مسائل شایع در غرب بدل بشه. در آمریکا 10% از مشتریان محصولات پرن، یعنی 200,000 نفر، اعتراف کردن که به اون معتاد شدن، هرچند رقم واقعی قطعاً بیش از این است. بررسی ها مشخص کرده که اعتیاد به تصاویر پرن حتی خیلی جدی‌تر از اعتیاد به رابطه جنسی. اما فاجعه اینجاست که تصاویر پرن به دلیل ترشح زیاد دوپامین به سلول های کورتکس بخش جلویی مغز آسیب میزنند. فاجعه بارتر اینه که این قسمت از مغز دقیقاً جایی که مسائل اجرایی انسان مدیریت توانایی دیدن واقعیت، تصمیم گیری، تغییرات سرنوشت ساز، سازمان دادن به مسائل درونی و بیرونی، تمرکز و جمع کردن حواس، همه به این قسمت از مغز برمی‌گرده. و ترشح زیاد دوپامین همه این توانایی‌ها رو به مرور پایین میاره و یکی از دلایل خطرناک بودن اعتیاد به پرن. Once you get a taste of it, you cannot have enough of pornography. Once you get a taste of it, you cannot have enough of pornography. Once you get a taste of it, I'm trying to stop, man. It's hard to stop, you know. I just can't give it up. Pornography, yeah. I'm addicted. I'm addicted to pornography. Very addicted to pornography. You gotta be addicted to something. You wanna be addicted to porno. Try to kick it, you know, but you can't, dude. The urge is just taking you over. It's like cigarettes. Good. It's like alcohol. I'll never stop. I'll be an old man with 50 kids still watching pornos. I mean, it's all good. Oh, I'm addicted. آیا اصولاً نگاه کردن به فیلم‌های تحریک کننده، مستحجن یا اصطلاحاً پورنو میتونه نقشی داشته باشه در سلامت جنسی و روابط جنسی افراد یا نه؟ تا استفاده از این فیلم‌ها، طول زمانی این فیلم‌ها معمولاً بین 3 تا 4 دقیقه است. آقایی که مدام استفاده می‌کنه، باهاش خودزایی می‌کنه، انگار که داره به نوعی خودش شرطی می‌کنه برای زودانزالی. اینم در نظر داشته باشین، اینو خیلی‌ها نمی‌دونن. آقایون خیلی جوانن که به ما مراجعه میکنن، مثلا 20 ساله 20 چند ساله با مشکل نعوذ، ولی از نظر سلامت جسمی یک کسی که 20 چند ساله، پسر 20 چند ساله بدون هیچ مشکل پزشکی یا پیشینه مرضی پزشکی چرا باید اصلا به من مراجعه کنه؟ بعد خب ما بررسی میکنیم تمام آزمایش خون طبیعیه، اون جریان خون طبیعی، قلب سالمه. بعد وقتی که باشون صحبت میکنیم میبینیم که انقدر با این تصاویر ارتباط برقرار کردن که اصلا کاملا حس لمسیشون از دست دادن. یعنی وقتی که با یه دونه شریک جنسی که یه آدم واقعی تماس برقرار میکنن، اصلا هیچ گونه تحریکی براشون اتفاق نمیفته. کلی زمان میبره، 6 ماه تا 9 ماه تراپی کامل لازم داره این فرد که یواش یواش تمرین بکنه، دوباره اون حسا رو زنده بکنه تو خودش که بتونه به صورت عادی طبیعی ارتباط برقرار بکنه. این خیلی شایعه، اینو حواستون باش. اگر که شما ازدواج کردین، ببینین هر گونه چیزی که مسئله‌ای که قضیه‌ای که شما رو به غیر از همسرتون، چه خانم چه آقا، به غیر از همسرتون تحریک جنسی میکنه، مثل یه نفر سوم تو رابطه‌تون. خیلی باز زوجایی هستن که من میبینم میان خانم شوکه شده یا آقا شوکه شده که اومده دیدی که خانومش نشسته داره خودزایی میکنه با فیلم تحریک کننده، و از اون طرف مثلا با هم رابطه جنسی خیلی خوبی ندارن، یا مثلا از اون طرف خانوم میره میبینه تو کامپیوتر همسرش یک عالم فیلم آنچنانی پیدا میکنه. خانوم هایی هستن که اونجا به هر حال هنرپیشن دیگه، یعنی از صبح تا شب به خودشون میرسن، رنگای مختلف دارن، اندامهای مختلف دارن، بعد اون خانومی احساس خیلی ناامنی شدیدی بهش دست میده، احساس میکنه که خب پس اینا اون چیزی هن که همسر من میخواد، پس این اصلا دیگه منو برای چی میخواد. وقتی که شما این فیلم ها میبینید تقریبا در 100% مواقع خودارضایی باهاش همراهه. وقتی خودارضایی میشه اون پاداش به مغز میرسه که خب آخر این که من این فیلم رو دیدم یه لذتی هم بردم، بنابراین دوباره شما رو تحریک میکنه، براتون مشغولیت فکری ایجاد میکنه که برین دوباره یه همچین فیلم رو نگاه بکنی. این پروسه هی تکرار میشه، این روند،
به حالتی در میاد که به حالت وسواس گونه در میاد و به یه حالتی که فرد دیگه احساس میکنه زندگیش تحت کنترلش نیست، همش داره این فیلم ها و دنبال این تصاویر میگرده. طرف داشته فیلم مستهجن نگاه میکنه، توی سایت مستهجن میچرخیده، خب بعد یهویی به خودش اومده دیده زیر لب داره نوحه زمزمه میکنه بدون که متوجه بشه. این خیلی نکته عجیبیه، این کار شیطونه. میبینی چرا؟ این نوحه رو که با خودش زمزمه میکنه این تصاویر رو میبینه، فردا میاد تو روزه چی میشه؟ تصاویر میاد جلو چشش، شیطون متزلزله تو میکنه. تصمیمای خوبی که میگیری میگه نه نمیتونه، نه اصلا فسش بر نمیاد. کار درست میخوای انجام بدی؟ نه تو نمیتونه. میخوای یه گناهو ترک کنی، گناهی که بهش عادت داشتی، میگه میزنمش زمین، باریکلا برو جلو با همین نیت، برو جلو، خوردی زمین دوباره پاشو، نترس امیرالمومنین حدیه، هر چی ترسیدی برو تو شکمش. یه فکری تو ذهنت میفته، ببین خودشناس باش، میگی این حرف مال من، بگی نیست، سریع خاموش کن رادیو رو. میفهمیم ما بعضی موقع میگم میگیم این فکر مال من نیست، میگیم این فکر مال من نیست، سریع فست از بالله، سریع ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلوات بفرست. استغفار حیا استغفر که استغفار رحمت استغفر که استغفار اقرار استغفر که استغفار اخلاص استغفر که استغفار عامل منک هارب منک الک لا ارحم الراحمین. یکی از تاکتیک ها که برای مقابله با شیطان و گناه خراب کردن پل های پشت سر بود که به سمت گناه ختم میشد. گفتیم این کار قطعا انجام بدید، نتیجه میگیرید. من میدونم این باشه تو لپتاپم گناه میکنم، فیلتر شکن و پاکش میکنم، میدونم باشه این کلیپ میرم سراغش، میدونم این فیلم سینمایی به خاطر این سکانسی که داره میرم سراغش، همین یه سکانسش هم میرم نگاه میکنم. ها شیفت دیلیت، دیلیت هم نه، بره تو آشغالی یه وقتی دیگه باز گولت زد گو برم اونجا برش کرد. شیفت دیلیت یاد بگیر، شیفت دیلیت بمب اتم بذارید پشت سر، خراب کنید به گور پدرت. میخوایم بری سمتش، دیگه نیست که برم، خدافظ نیست، برو بکارت. برعکس به مرحله میرسی که او دم دستت هم هست، دیگه نگات نمی کنه، دیگه به این مرحله میرسه اصلا ابلیس نمیتونه پیشنهاد گناه بده. به والله قسم شما میتونید اون مرحله برسید، شیطون نمیتونه پیشنهاد گناه بهتون بده، خداست دستگیری میکنه. شیطون متزلزلتون میکنه، تصمیمای خوبی که میگیری میگه نه نمیتونه، نه اصلا فسش بر نمیاد. کار درست میخوای انجام بدی؟ نه تو نمیتونه. میخوای یه گناهو ترک کنی، گناهی که بهش عادت داشتی، میگه میزنمش زمین، باریکلا برو جلو با همین نیت، برو جلو، خوردی زمین دوباره پاشو، نترس امیرالمومنین حدیه، هر چی ترسیدی برو تو شکمش. شام روی زمین باس بگو چه تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه بود با ماست بچو وقتیس باشو بگو من ادامه میدم، تو محکم روی زمین باس بگو چه تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه بود با ماست بچو وقتیس باشو بگو من ادامه میدم، من ادامه میدم ادامه میدم تا وقتی حرف هست آتش بشان و نمیشه با برف بس نشدم، وقتی باید پنچه میدادم توی اوج درد و اوج بیدادم، تا الانم به دردام فرچه میدادم، ببین من یه پا پنچه میدادم، ادامه میدم مرزا رو میشکرم، اینو میکم به اونا که حرفامو میشنم بگو تو محکم روی زمین باز بگو چه تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه بود با ماست بچو وقتیس باشو بگو من ادامه میدم، تو محکم روی زمین باز بگو چه تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه بود با ماست بچو وقتیس باشو بگو من ادامه میدم.